واقعش افرادی که مصیبت میبینن یا امتحانی پیش میاد، اینها عبرت هستن برای بقیه. ما با صدقه و با کارهای خیر این بلاها رو بیشتر دفع بکنیم. اینا امتحانهای الهیه و عزیزانی که بستگانشون در این حادثه صدماتی دیدن، به امید کمک دولت و دیگران نباشن، خودشون واقعا هر چقدر که در توان دارن از نظر معنوی و مادی کمک بکنن که مشکلات عزیزانی که ماندن حل بشه انشالله. و ما هم دعاگوشون هستیم و این زلزله ها واقعا یک یاداوری هم باید باشه برای زلزله بزرگ قیامت. میدونید یکی از سورهای قرآن به نام زلزاله، این زلزله ها تمام شدنیه و بیرون آمدن از قفس دنیا و بدن هست، ولی مهمترین موضوع زلزله قیامتی که انشالله هشدارهایی است که ما خودمون رو آماده کنیم برای اون زلزله بزرگ و خودمون رو بسازیم که انشالله اونجا برامون خطری تهدید نکنه. انشالله. خیلی خوب، نکات جالبی بود و شنیدنی و انشالله هممون توجه به این نکاتی که آقای فرح‌زاد اشاره کردن داشته باشیم. اگر یادتون باشه بحث ما در مورد اخلاق بود، در مورد بد اخلاقی و خوش اخلاقی، نکاتی رو قرار شد آقای فرح‌زاد در این جلسه بفرمایند که ما سراپا گوشیم و بحث امروزشون رو خواهیم شنید. البته قرار بود راهکارم ارائه بدم به ما برای خود. بله، موضوع اخلاق